حضوری عزیزان بگویم سلام، سلامی که از جنس شروع نواز پر از مهر و احسان و صفاست. درود و سلام محضر گرم همه شما بینندگان عزیز و حاضرین در تالار و مهمانان ویژه برنامه امروز ما. امید که حال دلتان مملو از شادی، صفا و صمیمیت باشد. من زهرا سلیم ویژی برنامه امروز در حضور شما قرار دارم. امید که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز ما مهمانان ویژه با خود داریم. هر یک جناب آقای عزیزالله رسا، یک تن از اساتید زبان ادبیات انگلیسی در مکتب معرفت، و جناب آقای مصطفی نبوی، یک تن از بازیکنان تیم کجل افغان. در آغاز چه زیباست که گوش جان بسپاریم به نظر ارزشمند جناب آقای عزیزالله رسا. جناب آقای رسا وقتتان بخیر. به نظر شما معنا و یا تعریف علم چیست؟ بنام جناب خدا با عرض سلام و درود خدمت شما حضوری عزیز و مهمانان عزیز و حاضرین در تالار. امیدوار هستم که یک صبح خوب با آبی را آغازگر شده باشید. خب سوال شما قسم از بود که علم چی هست؟ دانشمندا افراد مختلف بسپس تعریف های گوناگون را در باره علم ارائه کردن. اگر ما بیاییم در کل علم را بیاییم تعریف کنیم، میگیم که علم عبارت از مجموعه دانسته ها و معلومات هست. مثلا کسی که نسبت به ما علم بیشتر داره یک موضوع رو خوبتر درک میکنه و میفهمه، ما او شخص عالم و این شخص عالم. تشکر از جناب آقای رسا. اکنون گوش میسپاریم به نظر جناب آقای مصطفی نبوی. مصطفی نبوی روزتان بخیر. به نظر شما معنی علم چیست؟ با نام و یاد خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حاضرین در تالار، شما مجری برنامه، استاد گرامی قدر. خب این به معنای واقعی کلمه همان چیزی است که جناب آقای رسا بهش اشاره کرد و گفتن که این به مجموعه از دانستنی ها و آگاهی ها گفته می شود. اما پیغمبر گرامی اسلام یک تعریف واضح تر بهش دارد و بفرماید که العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء. علم در واقعیت یک نوری است که خدا او را به قلب هر کی که طالب علم باشه روشن قرار میده. سپاس از نظر خوب جناب آقای مصطفی نبوی. اکنون سوال دوم از جناب آقای رسا میپرسیم که جناب آقای رسا، تاثیر علم در زندگی شما، در زندگی هر انسان و در زندگی شما چی بوده می باشد؟ بله، امروز ما شما باید ببینیم، مطالعه کنیم تاثیر علم در زندگی هر فرد، در زندگی هر شخص بسیار مبارز و ارزشمند است و بسیار زیاد است. ما مثل که مقایسه می کنیم که سالهای مثلا ده سال قبل و صد سال قبل اونا از علم کمتر برخوردار بودن. میبینیم که حالا ما توسط علم تانستیم که از ذره اتم الی به کهکشان ها فهمیم که در کهکشان ها چی است و در زیر زمین بفهمیم که چی است. این یقینا که از برکت علم است که ما شما از این چیزها آگاهی داریم. و یه مثال میزنیم که مثلا در عرصه تعلیم تربیت، در عرصه اقتصاد ما بسیار خیلی پیشرفت کردیم. مثلا این تکنولوژی، این مایی که مثلا کمره چیزا رو میبینیم، این تمامش از برکت علم است که ما شما علم آگاهی پیدا کردیم و این را اختراع کردیم. سپاس از آقای رسا. اکنون سوالی داریم از جناب آقای نبوی. چرا به نظر شما چرا ما به علم نیاز داریم؟ آیا واقعا علم تاثیر خوبی در زندگی ما دارد؟ علم تاثیر 100% در زندگی همه دارد. حالا فرق نمی کنه که مثلا در وضعیت عمومی مردم باشه یا مثلا در زندگی شخصی خود ما باشه. اگر ما یک آدم دانسته باشیم، یک آدم عالم باشیم، میدانیم که با بقیه چطور رفت. مثل که آقای رسا مثلا وضعیت فعلی رو با چند سال قبل تصور کرد. اما میایم که چی کشور خودمان، مردم خودمان را، ما با مردم ژاپن
مثلا مقایسه میکنید که مثلا فرقشون مثلا سطح علمشون در چه سطحی است و مردم ما چقدر نیازمند به علم است. یعنی شما مردم ژاپن رو با مردم افغانستان تصور کنید، قطعا جواب اسم رو برش نفته خیلی آسان است. از آقای ندوی جناب آقای رسما به عنوان آخرین سوال، به نظر شما جایگاه و اهمیت علم و دانش در چه حد است؟ خب نقطه بسیار عالی را اشاره کردیم. ما الحمدلله مسلمان هستیم، اگر ما بیاییم ببینیم که اولین آیتی که نازل میشه در قرآن از ایشان میگه و پیامبر اسلام نازل میشه در قرآن خدا میگه اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان بنام خداوندی که ترا خلق کرد. و در جای دیگه هم در آیت شریف هست که خداوند جل جلاله میفرماید که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و المسلم. طلب کردن علم، آموختن علم بر زن و مرد و خاص و عام فرض است و یک چیز لازمی هست که ما و شما باید بفهمیم. و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در جای اشاره میکنه که اطلب العلم ولو کان بالسن، میگه شما طلبکار علم باشین ولو که در چین باشین. پس از این ما نتیجه میگیریم که جایگاه علم در اسلام در موقعیتی که ما شما قرار داریم بسیار مهم و لازمی میباشد. و بعضی ها میگه که علم تنها مختن قرآن و حدیث است. نخیر، این قسم نیست. علم که از بشاخه های گوناگون تقسیم شده، علوم اجتماعی است، علوم فرهنگی است، علوم سیاسی است که تمام این جسم ها شامل میشه و علم شامل بود. و همه ما شما لازم است که ما در هر رشته ای که هستیم تخصص داشته باشیم و علم بیاموزیم. سپاس از آقای رسا. جناب آقای مصطفی نبوی، به عنوان آخرین سوال است میپرسیم به نظر شما تأثیرات علم در شرایط فعلی چگونه میباشد؟ قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خداوند متعال در کتاب مقدس قرآن می‌فرماید که هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یک کسانی که مثلا می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند، این یک سوال از خدای نو مساوی است که ما بیاییم در حد ترجمه اتایی معنی کبیر میرسانه، اما بیاییم در حد تفسیر اگر بحث کنیم. خب علم در شرایط فعلی ما تاثیر زیادی داره. مثلا جدا از شرایط سیاسی فعلی، مثلا ما اگر نسبت رفتار مردم فعلی کنیم، نسبت فرهنگ مردم فعلی کنیم، نسبت تغییر رفتار و تغییر فرهنگ مردم، نسبت تمام تطبیقات خارجی اگر فکر کنیم، خب علم اینا کنن شرایط فعلی فرهنگ مردم رفتار مردم اینا نتیجه علم و تحصیل نیست. یعنی قطعا مردم ما طی 20 سال مثلا فرصت داشتن یا هر چند سال اگر همه تحصیل می کردن، اگر همه فرصت تحصیل رو می داشتن، قطعا وزیر مردم ما این نبودن جنگ داشتیم و من در صورت امنیت و آرام زندگی می کردن. سپاس از جناب آقای نبوی. جناب آقای رسا، اگر کدام پیامی برای بینندگان و حاضرین در تلاش داشته باشید؟ خب پیام ما به عنوان آخرین نکته‌ای است که ما شما قسمی که در قبلا در برنامه گفتیم که ارزش و اهمیت علم خیلی بسیار فراوان و بسیار زیاد است و ما شما باید سخت کوشش کنیم تا که علم بیاموزیم و هیچگاه دست از یادگیری دست نکشیم. تشکر از جناب آقای رسا. جناب آقای نبوی عزیز، اگر شما بر بینندگان کدام پیام داشتید می‌دانید؟ تشکر. پیام بنده با مضمون پیام جناب آقای رسا در کلیت فرق نمی‌کنه که مثلا آدمی در چه جایی و به چه منظور تحصیل می‌کنه، یکی مذهبی تحصیل می‌کنه، یکی اقتصادی، یکی سیاسی، فرق نمی‌کنه، چون این جامعه نیاز به هر قسم آدم داره. به همین خاطر پیام من برای مردم، برای حاضرین در کاروان، برای دوستان این است که کوشش کنیم
درس رو همه تحصیل کنیم، چون امروز هر چند سال نتیجه آینده قدر بسته هست. سپاس از جناب آقای نبوی. بله بینندگان عزیز، علم یگانه دارایی هر فرد بوده که اگر دنبال آن باشیم آن روز به روز بیشتر می شود و تأثیرات آن نیز در زندگی ما زیادتر می باشد. این بود برنامه امروز ما. تشکر که تا آخر برنامه با ما همراه بودید و یک بار دیگر مهمانان ویژه خود را خیر مقدم عرض می داریم و تا دیداری بعد شما را به الله یکتا می سپاریم. تا دیداری بعد، الله یار و مددگارتان کن.